خب برگشتیم دوباره مهمون خونه هاتون شدیم با یه غذای خوشمزه. من خودتون میدونی خیلی وقته که دیگه آنچنان گوشت نمیخورم، اما امروز دوست دارم یه غذای گوشتی خوشمزه بهتون آموزش بدم. میریم سراغ یکی از استیک های خوب و گران قیمت. من این دوتا استیک ها قیمتش هم بهتون بگم، قیمتش رو تقریبا 50 دلار خریدم و شما اگه بخواید میتونید تهیه بکنید. حالا به این قصابی که داشت قول دادم گفتم میگم مغازه کجا، از کراگیون شاپینگ سنتر خریدم، اسمش مایکله و یه گوشت فروشی خیلی خوب و با حوصله. اینا دستاشو کوتاه میکنن تا اینجا، ولی من گفتم استخونشو برام بلند بگیره و خودم آوردم پاک کردم و گوشت روشو تمیز کردم. برای پختن این نوع استیک نیاز داریم که دمای استیک با دمای خونه یکی بشه، یعنی تقریبا قبل اینکه بخواید هر اقدامی بکنید نیاز داره که 20 دقیقه تو هوای بیرون بمونه. البته هوا خیلی گرمه تو استرالیا، باورتون نمیشه. خب بریم سراغ مواد اولیه رو من بهتون بگم تا بریم سراغ باقی مراحل. چیزی که اینجا داریم، نیاز به ظرف داریم چون میخوایم کره رو بجوشونیم. برای اینکه مقاومت کره بالا بره، بجوشه، حرارت زیادی پیدا کنه برای سس انتهاییش، نیاز داریم که کمی روغن گریل داشته باشیم. روغن گریل روغنی که تو حرارت بالا هم خاصیت خودش رو از دست نمیده و به مقاومت کره کمک میکنه. این دوتا رو با همدیگه میکسش میکنم، رزماری خشک داریم بهش میزنم و کمی زعفرون و برای این دوتا یه حبه سیر. این سس آخریه که میخوام روش بزنم و مطمئنم که خیلی خوشمزه میشه. خب بیایم سراغ دستگاه اسموکر که معرف حضورتون هست، طعم دودی میده، فقط میخوام یه مقداری طعم و تستش متفاوت باشه. به خاطر همین میخوام که استیکامو دودی بکنم. چیزی هم که اینجا داریم برای سس رومال این استیکا نیاز به رزماری داریم. بعضی وقتا من دیدم تو این سبک استیک بخوایم تو این زخامت درست بکنیم، اصلا نباید زیاد به استیک دست بزنیم، زیاد دستمالیش نکنیم، نکوبیمش، چون میخوایم یه استیک خوشمزه و متفاوت داشته باشیم. سعی کنید که باهاش خیلی خوب برخورد بکنید. و بیایم این ور سراغ باقی مواد اولیه. نمک دارم، اگه دوست داشتید میتونید از هیمالیان سالت استفاده کنید یا همین نمک هیمالیای، نمک صورتی، و یا اگرم خواستید از نمک درشت دریایی استفاده میکنید. به اندازه این دوتا استیکی که دارم سعی میکنم نمک بزنم. این نمک مقاومتش خیلی بالاست و نمیخوام آنچنان هم شور بشه، فقط میخوام یه سطحی از روش نمک آلوده بشه. کاری که میکنم نمک رو اضافه میکنم و همینطور به اندازه‌ای که بخوام بهش طعم بدم فلفل سیاه میزنم. اینم فکر میکنم همین میزان برای دوتاش کافی باشه. این از این و این هم که میبینید روغن مخصوص گریل، روغن خیلی خوبیه و تو حرارت بالا مقاومت داره. حالا اگرم تو ایران گیر نیاوردید میتونید چیزها مشابهش رو استفاده بکنید. این از این، اینو فقط یه مقداری خوردش میکنم، زیاد نمیخوام خورد بشه چون اگه نمکام هم زیاد بخواد خورد بشه کمی ممکنه گوشت رو صفر کنه. البته این گوشت عیناً پنبه میمونه، واقعا گوشت خوبی انتخاب کردم و خب قصابم خیلی مهمه که بهتون گوشت خوب بده. این گوشت تازه بود آورد و کمی من گذاشتمش داخل یخچال مونده. خب این از این. توی این مرحله کاری که میکنم هیچ چیز دیگه ای هم بهش نمیزنم. کاری که میکنم فقط سسش رو ایرانی درست کردم و امیدوارم که شما هم از سسش خوشتون بیاد. کاری که میکنم دو حبه سیرمون رو بهش اضافه میکنم و میایم سراغ روغن. اینم از روغن. روغن فقط به اندازه میذارم که کفایت بکنه برای اینکه بتونم جفت استیکامو بهشون تو تمام قسمتهاش بزنم. اما این رزماری تازه است بهش میزنم و دوست دارم عطرش زیاد باشه. البته این رزماری عطرش نمیتونه به این نفوذ بکنه چون تقریبا 5 سانت ضخامت داره و پختنش جزء استیکه خیلی سخته. خب رزماری رو هم سعی میکنم کرشش کنم به این شکل و نه خیلی زیاد، فقط به
اندازه که مطمئن بشم همشون له شده. خب حالا کاری که میکنم شروع میکنم مالیدن اینا رو روی گوش و بعد اینکه کاملا آغشته شد دوباره براتون فیلم میگیرم. خب اینم از گوشتامون تقریبا به همه جاش موادی که درست کردیم آغشته شده و الان آماده اینه که روی این ظرف رو من پلاستیک کاور بکشم و دستگاه اسموکرم رو روشن کنم و بذارم تا تقریبا یک ساعتی بمونه و بعدش بریم پای گریل و سوسش هم براتون درست میکنم و بهتون میگم که باید چی کار بکنم. کاملا گذاشتم رو پلاستیک کاور، همه جاهاشو کاور کردم، یه ذره قسمت نوکش گذاشتم که هوا بکشه، ولی زمانی که دود داخلش پر شد دیگه سعی میکنم اون محفظه رو هم ببندم. یه سوراخ کوچیکم اینجا باز میکنم که شیلنگ دستگاه رو بتونم لابلاتور شدش. خب این از این و دستگاه رو روشن میکنیم و ببینید دود داره کاملا تو محفظه پر میشه. حالا اونقدر نگر میداریم تا دود کاملا پر بشه. بعد اینکه دود کاملا پر شد من سعی میکنم که قسمت انتهایشم ببندم. میایم اینجا کمی از رزماری خوشی زیاد هم نه، چون این دیگه واقعا روی گوشت میره. اون رزماری که زدم فقط سطح رویی رو میتونه طعم‌دار بکنه، اما برای سسش که تمام قسمتش میخوایم بریزیم رزماری کم خوش شده میریزیم که طعم قالب نداشته باشه. کمی نمک بهش اضافه میکنیم و کمی هم از زعفران، اما زعفرون رو نجوشونید و همینطور مستقیم زیاد هم نمیخوایم بزنیم، این آپشناله و اگه دوست داشتید بزنید. من به استیک زیاد زعفرون زدم، خیلی هم خوشمزه شد. شما دوست داشتید این کارو بکنید. اینا رو به این شکل کاملا میساویمش و زمانی که ساویده شدن داخل ظرفمون اضافه میکنیم. فقط یه مطلبی من در مورد این بهتون بگم، برای درست کردن این سس باید خیلی دقت بکنید، چون میخوایم سیر خام بهش بزنیم. اگه این سیر خام با حرارت خیلی پایین داخل این به اون مرز پختگی نرسه، مزه سیر خام میاد و سستون رو خراب میکنه. خیلی دقت بکنید، شعلهش رو تو اول کم کم بکنید، بذارید حرارت بگیره و نرم بشه و بعد از اون اگه خواستید زیاد کنید، زمانی شعلهش رو زیاد میکنید که فقط بخوایم سروش بکنیم. این از کره و اینم از روغنمون. دیگه تقریبا یه 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از این که بخوایم استیک آماده بکنیم اینو میذاریمش روی حرارت تا آب بشه. خب اینم از استیکامون روی گریل گذاشتم، با شعله زیاد گریل داغ شد و زمانی که استیک روش گذاشتم حرارت رو تنظیم کردم، چون طرفی که قسمت اوله تقریبا باید 9 دقیقه چون این زخامتش خیلی زیاده، بعضی از قسمتهاش به 5 سانتی متر هم میرسه، طرف اول تقریبا باید 9 دقیقه یا 10 دقیقه بمونه و طرف دوم یه مقداری کمتر. خب دیگه باید دما رو تنظیم کنم و خیلی هم دقت تو پختش داشته باشم که یه استیک گرون قیمت و لااقل خوب از کار در بیاد. خب دیگه فیلم رو قطع میکنم و تو مراحل بعد بازم براتون فیلم میگیرم. خب اینم از استیکامون، تقریبا یه طرفش پخته و منتظرم که اون طرفش بپزه. تقریبا دوست دارم مدیوم تو ولدان باشه و زیادم دوست ندارم خام باشه، اما بیشتر از یه طرفش بیشتر از 9 دقیقه زمان برد، یک طرفش زخامتش خیلیه، تقریبا 13-14 دقیقه زمان برد و برش گردوندم برای طرف بعدیش. طرف بعدیش هم حتما به اون درجه پختی که خواستم رسید، بهتون میگم چه اندازه است و چی کار باید بکنید. خب تو این فاصله من میرم سسش هم تقریبا زیرش رو روشن بکنم، بذارم به اون حرارتی که میخوام سس بریزه و برسه و بعدا روش بریزم. خب اینم از این، اینو برش زدم و اون یکی رو میخوام تقریبا صد درصد بپزه و
اون یکی هم آماده بشه از آماده شدهش فیلم میگیرم، اما من دوست دارم استیکم اینجوری بخورم، اون یکی رو دوست دارم که 100% پخته بشه و ولدان بشه، اونم براتون فیلم میگیرم و بهتون نشون میدم. اینم از اون تیکه‌ای که برای خانومم درست کردم و دوست داره که ولدان نیل کنه. اینم از این و خب امیدوارم که این استیک رو درست بکنید، ازش لذت ببرید و یاد ما هم باشید. به هر حال تصمیم گرفتم از فردا غذاهایی درست کنم که ساده درست میشه. من تو اینستاگرام هم خیلی دوست داشتم که غذاهای ساده رو آموزش بدم و دارم سعی میکنم به سمت غذاهایی برم که سالمتره، از سبزیجات بیشتر استفاده میشه و مرغ و گوشت کمی داخلش استفاده میشه. به هر حال نظرات شما برای من مهمه، دوستتون دارم و به خدای بزرگ بسپارم. خدای رو نگهدار.